تشکر شما از شما خانم رجوی، خانم سلیمیان دبیر شورا. من درود میفرستم به تمام خواهران و برادرانم در اشرف سه و در پاریس و همچنین درود به همه اشرف نشان ها در تمام دنیا و همچنین هزاران درود به هموطنانم در داخل کشور که قلبشان برای آزادی ایران میتپد و با حضور و شرکت خود، البته منظورم بیشتر هموطنان خارج از کشوره، در این چند روز گذشته یک بار دیگر ثابت کردن که به قول رهبر مقاومت اگر در هر جای دنیا یک ذره عدالت وجود داشته باشد ما پیروز خواهیم شد. و ما دیدیم که چگونه در این 42 سال چه به وسیله رژیم سفاک و خوناشام از یک طرف و از طرف دیگر به وسیله مماشاتگران چه بی‌عدالتی ها که تحمیل این نیروی مبارز نشد و همچنین با کنسل کردن تظاهرات خودش را دوباره نشان داد و بار دیگر تلاش برای متلاشی کردن این مقاومت سرفراز بود ولی باز هم بور شدن و این پیروزی به وسیله همه آزادی خواهان به بار نشست و خیلی با شکوه برگزار شد و ما همچنین حمایت خیلی زیادی از طرف سیاستمداران، وکلا، وزرا، نویسندگان و روشنفکران و همه آنهایی که هنوز به حقوق بشر و انسانیت و آزادی و دموکراسی اعتقاد دادن را دیدیم که چگونه در کنار مبارزان آزادیخواه قرار گرفتن و حمایت کردن. و در اینجا از شما خانم رجوی عزیز به خاطر تلاش‌های بی‌وقفه و خستگی ناپذیر و شبانه‌روزی شما سپاسگزاری می‌کنیم که در سخت‌ترین شرایط مبارزه هر ناممکن را ممکن کردید و در کنار مردم ایران قرار گرفتین تا آنها را برای رسیدن به آزادی و دموکراسی و برابری و همچنین رهایی از دست مشتی جنایتکار و آدمخوار و وحوش که هیچ معیاری را برای زندگی قبول ندارند نجات دهید. و ما به یک ایران آباد و آزاد بر پایه جدایی دین از دولت و برقراری یک جمهوری که همه انسان‌ها بتوانند در کنار هم آزادانه زندگی کنند. من در اینجا به همراه هزاران ایرانی عاشقان آزادی در کنار شما و کانونهای شورشی و همه مبارزان آزادی قرار میگیرم و تجدید پیمان میکنم که تا سرنگونی با این رژیم عقب افتاده بجنگیم و شعار گرد همایی سرنگونی و تغییر رژیم به دست مردم و به کمک کانونهای شورشی. در خاتمه برگزاری این اجلاس فوق‌العاده در این چند روز نشان دهنده حقانیت این مقاومت است و باید بگویم که دست که امروز تو دست ملاست اون هم شریک جرم این آخونداست. پاینده ایران و درود برای مبارزان راه آزادی.